با عرض سلام به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. دو تن در نتیجه عملیات نیروهای ایساف در ولسوالی بلخ ولایت بلخ کشته شدند. آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید که این افراد در نتیجه عملیات نیروهای ایساف در ولسوالی بلخ این ولایت کشته شدند و احتمال می رود که افراد وابسته به گروه تاهریال داشت رهبر حزب تحریک اسلامی ازبکستان باشند، اما تاکید می کند که عملیات نیروهای ایساف در هماهنگی آنان صورت نگرفته است. ایساف هم تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. یک فرمانده گروه طالبان در نتیجه عملیات پلیس در میدان وردک کشته و یک تن دیگرشان بازداشت شد. عبدالولی نورزی سخنگوی فرماندهی پلیس این ولایت به تلویزیون یک گفت پلیس این ولایت دو عملیات را در ولسوالی های چختو و جرز این ولایت را هندوزی کرده بودند که در نتیجه یک فرمانده گروه طالبان کشته، یک تن بازداشت و چهار جنگجوی طالب زخمی شدند. بیش از 40 دانش آموز دختر در مکتب بیبی مریم ولایت تخار مسموم شدند. عبدالجلیل فروتن سرطبیب بیمارستان حوزه تخار میگوید که از صبح امروز تا اکنون 40 دانش آموز به بیمارستان این ولایت انتقال داده شده و زیر مداوا قرار دارند. به گفته او روند انتقال مسموم شده ها جریان دارد و شمار آنان از این هم بیشتر خواهد شد. پیش از این نیز در هفته روان ده ها تن از دانش آموزان دختر در مکتب بیبی هاجره این ولایت نیز مسموم شده بودند. نصیر صادق خبرنگار تلویزیون یک در تخار سوی پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفت. خبرنگار تلویزیون یک زمانی که میخواست از شهر طالقان درباره گشت و گذار موترهای بدون جواز و نمبر پلیت گزارش تهیه کند، از سوی یک سرباز پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته و وسایل خبرنگاری و شیشه های موتر شکستانده شده است. این سرباز پلیس میگوید این کار به دستور فرمانده پلیس تخار انجام داده شده است. در همین حال اتحادیه خبرنگاران زون شمال، دیده رسانه های آزاد و اتحادیه ملی ژورنالیستان این عمل پلیس تخار را به شدت نکوهش کرده و از وزارت داخله خواستند تا این موضوع را پیگیری کند. تمام خبرنگارای زون شمال سر از طرف قماندان امنی ولایت تخار توهین میشه، تاخیر میشه و فعلا لاتکوب میشه، اخطار داده میشه، اما دولتی توجهی در این راستا نداره و فعلا که شما میبینید این موتر از ما است. ما خبرنگار تلویزیون یک هستم. این موتر مرا میده کردن، پلیس وزرش کردم، تیلا کرد مرا، توهین کرد که مرا لات بکنه. ما عملا میبینیم که امروز تلویزیون یک شیشهاش میده میشه و سرف پلیس میده میشه و خبرنگار یک تهدید میشه و ما از طریق همین مایک تلویزیون ها اعلان میکنیم که رئیس جمهور توجهتون را به خبرنگار و رسانه ها معطوف بدارین. تا کنون هیچ گونه اقدامی از جانب وزارت داخله و شخصی وزیر داخله صورت نگرفت. چندین ماه به این طرف ما صدای ما را بلند میکنیم ولی در قسمت ای آدم هیچ گونه توجهی صورت نمیگرفت. فش کماناس بروین گرد بزنید خرطان. این امریکی هست که میده کنید سیتارا؟ امری کماناس بروین همیه. متاسفانه در خورد فرماندهی پلیس این ولایت در مجموع با خبرنگاران از مدت زیادی به این سو حسنه نیست. باور ما به این است که مقام محترم وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان به این مسئله جدا توجه کند. و شمار تلفات زمین لرزه دیروز در چین افزایش یافت. مقام های چینی میگویند که بر اثر این زمین لرزه نزدیک به 180 تن جان باخته و 6700 تن دیگر زخم برداشتند. این زمین لرزه در کنار تخریب خانه ها سبب لغزش کوه در منطقه کوهستانی لاشان در جنوب چین شد. دولت چین اعلام کرده است که ارتش این کشور برای کمک به زلزله زدگان بسیج شده است. سپاس از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت.